پیانبر جایی رو پیدا کردند که افرادی ازش ایمان آوردند کسایی که ایمان آوردند از کجا هستند؟ از یصرب یسریبی ها که هستند؟ یسریبی ها عبارت هند از یک جامعه مرکب در اونجا عرب هایی هستند و یهودیانی هستند که از قبایل مختلف یهود هستند که در بین خودشون تنشهای خاصی دارند اونهایی که به طرف اسلام اومدند که اونها نسل جدید از اوسی ها و خزرجی ها هستند اوسی ها و خزرجی ها افرادی هستند که پنج سال پیش یک جنگ خونینی رو پشت سر گذاشتن جنگ با آس بیشتر سردارانشون توسط یک دیگر کشته شدن خون جلوی چشمای اینها رو گرفته عموم جامعه جامعه متشنجی هست نسل جدید از این به تنگ اومدن و میخوان یک حلی پیدا بشه و اومدن و مسلمون شدن به عقبه اولا صورت گرفت پیامبر اکرم صلی الله علیه و الان این افراد رو میفرسته به مدینه من... به یسره بسلام. الان اوسی ها حرکت میکنند و در فضای خود اوس میتونند دعوت داشته باشند خزرجی ها در فضای خود خزرج میتونن دعوت داشته باشند یعنی این تنش و دوگانگی که در جامعه است حل نمیشه با اسلام الان شدت پیدا میکنه یک اسلام اوسی خواهیم داشت یک اسلام خزرجی خب چطور اینها رو جمع بکنیم پس باید یک امام مشترکی باشه یک کسی که به اصطلاح به عنوان امام باشه که به اینها دین رو هم یاد بده آموزه های دینی رو یاد بده اینها رو در فضای دینی رشد بده و هم بتونه اینها رو در کنار هم داشته باشه اگر این فرد رو از اوسی ها انتخاب بکنیم خزرجی ها پشت سر شرکت نخواهند کرد اگر از خزرجی ها انتخاب کنیم اوسی ها پشت سرش نماز نخواهند خوند اینجاست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و از خارج از صندوق فکر میکنند. و یک شخص سالس که نه اوسی باشه نه خزرجی از مکه مکرمه مصعب ابن عمر یک جوون شیک پوش زیبا و زیرک این رو میفرستند با اینها مصعب و اسمشون هم میذارن قاری این امام شماست اونجا مصعب میره فعالیت میکنه و دعوت میده دعوت مصعب گسترش پیدا میکنه و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعدها با صحابه هجرت میکنند به مدینه منوره می حالا بیایم همراه باشیم با پیامبر هر حرکت پیامبر رو میبینیم یک تفکیری است خارج از صندوق حل ابتکاری برای مشکلات جامعه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وارد قبا میشن قبا مرکز چی است مرکز اوسی هاست چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مستقیم نرفتن به جایی که مسجد نبوی هست و یثرب هست خب چرا مستقیم نرفتن اونجا و در قبا مثلا اتراق کردن خب مرکز آسیاست و یسربی که پیامبر میرن اونجا و مرکز دین میشه اونجا مرکز خزرجی هاست خب و خود پیامبر اکرم صلی الله علیه سلم با خزرجی ها خیشاوندی داره مادر عبدالمطلب به در بزرگ پیامبر اکرم صلی الله علیه سلم پیامبر فرزند عبدالله عبدالله فرزند عبدالمطلب مادر عبدالمطلب از بنی نجار از خزرجی هاست اگر پیامبر مستقیم بره پیش خزرجی ها خب اینجا سوال است برای اوسی ها پس یعنی این اومده پیش خشابنداش افرادی هم هستن در اوس که در اوسی ها که از این سوء استفاده ابزاری بکنن ابو عامر راهب یکی از افراد اوسی هاست ابو عامر راهب یک کسی بود که در رفته بود به سرزمین های شام و اونجا با دیانت مسیحیت آشنا شده بود و خودش رو مسیحی جلده داده بود و اومده بود و میدونست که یک پیامبری میاد و این پیامبر در بسرا شهری مثل مدینه خواهد اومد در این منطقه یسره بیاد پس این نقشه میکشید که خودش رو جا بزنه برای همون پیامبر و ادعای پیامبری بکنه الان پیامبر اومده و این میتونه از این استفاده بکنه پیامبر اولین کاری که میکنه اتراق میکنه روی در چی در جای اوسی اولین مسجد رو اینجا بنا میکنه مسجد قبا و مسجد رو حیثیت خاصی میده تا امروز مسجد قبا در بین کل مساجد جهان بعد از مسجد به مکه مکرمه مسجد مدینه منوره مسجد اخصاب مسجد قبا و اهمیت خاص ویژه خودش رو داره که دو رکعت نماز در مسجد قبا اجر عمره رو داره یعنی شما میرید تو مسجد قبا دو رکعت نماز سنت میخونی اجر عمره میگیری خب این جایگاه خاص رو پیامبر بگیریدن به اوسی ها که پیامبر از اونها نیستن بعد از اونجا حرکت میکنن و میرن به یسره در یسره هم خودشون جا رو انتخاب نمیکنن اینجا انتخاب میشه با حرکت شطور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این شطور دستور داره از جانب خدا هر کجا که نشست اونجا رو ما مسجد درست میکنیم اون که می نشینه شطور می نشه. انتخاب پیامبر نیست پس در اینجا کسی نمیتونه از این سو استفاده بکنه نه سرکرده منافقان که الان خیلی فعال هست عبدالله ابن عبی سلول عبدالله ابن عبی سلول از خزرجی ها بود و یک سرمتمند بزرگی بود یک شیرین زبان بود و خزرجی ها در این فکر بودن قبل از اومدن پیامبر که این رو مراش تاجی درست بکنن این رو به عنوان پادشاه علم کنند اوسیا گمان می‌بردند که اوسیا اون از اون پیروی خواهند کرد و این میشه پادشاه و یک اتحاد ملی در منطقه به بین خودشون به وجود بیارن تا این مشکلات حاد امنیتی و تنش هایی که دارند رو بگونه حل بکنند خب این حکایت به اینجا رسید و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم این با این سیستم که اینجا یک مسجد درست کردن در بین اوسی ها و اومدن یک مسجد دیگه مسجد نبوی اینجا ساخته شد